میخواستم اون ویدیو رو که توی تیک تاک الان خیلی میکاپ ترند شده امتحان کنم براتون. رنگ جانان و رنگ دلبر خلدلی ملنجی. میخوام هم چسبا رو بکنم، خیلی درد داره. من یه حالتی انگار توی تیکر یه جایی دیگه هست. I know everyone loves to say trust the process, but I'm not sure if this is a process I can really trust. Now, for my colors today, everyone's been doing rainbow, which I think is so beautiful, but I think I have an idea to make this trend my own, so I'm gonna try out some pinks today using my basic canvas palette. I'm literally just gonna use a powder puff to apply the shadow so it goes on way, way faster. I'm just filling in the entire area of tape. I'm just gonna do a quick little eye look using those same shades of pink. I'm gonna cut my crease using Create Paint and Pinky Promise. I'm gonna set that in place using Cloud 9 from the palette. Oh, look at that. Added liner, lashes, and the other eye. Now I'm gonna add some clouds. Just using some white paint and a round little fluffy brush. Last, I'm just gonna add a couple tiny little stars. Okay, I think I'm done. Come back for part 2 when I rip off the tape for the big reveal. سلام. خب بچه ها، من اومدم اون ویدیو رو که توی تیک تاک الان خیلی این میکاپ ترند شده امتحان کنم براتون. من اول ویدیو رو گرفته بودم، نمیدونم چرا نیست، حالا نداره ویدیو رو از اینجا شروع کنم. اتفاق خاصی هم نیفتاده، یه چسب بالای چشش میزد که ابرو رو کاور کنه، یه چسب روی بینی، بعدش کانسیلر زد و اون میکاپی خودش میخواست و هر طور که میخواست میزد روی اون تیکه. حالا هر کدوم از اونا یه میکاپ انتخاب کردن، منم فلبده یه میکاپ از خودم در میارم. تو ذهنم داره این میچرخه که ببینم پلت چی دارم، اگه رنگ باحالی توش بود با اون رنگای باحال یه ایده میزنم. حالا الان میشتم همه چسبی رو دماغم خیلی داره اذیتم میکنه و واقعا درد داره، یعنی اصلا تعامل کردنش خیلی سخته. فکر میکنم چسبای اونا جنسش یه چیز دیگه بود. خب پلتی که میخوام باش کار کنم اینه. دو تا رنگ جذاب داره، یه دونه خردلیه که میکنم، رنگ جانان و رنگ دلبر خلدلی و نلنجی. بچه من واقعا نمیتونم چسبه رو تعامل کنم، یعنی فکر میکنم بد زدم، حداقل بعد یکی دیگه بزنم چون واقعا داره به صورتم فشار میاره. حالا یه بار دیگه امتحان میکنم، این سری سعیم میکنم دیگه. میخوام برم قیچی بیارم پایینش رو کم ببرم چون واقعا نمیتونم نفس بکشم. من چون فیلینگی دارم میکاپ انجام میدم، نه الگویی هست نه از رو چیزی دارم میرم. مد نظرم اینه که اونجاهایی که نرمالی کانسیلر زده میشه رو خردلی کنم، اونجاهایی که کانتور زده میشه رو نارنجی کنم، یه حالت نئونی تور در بیاد. ببینیم چی عذاب در میاد دیگه، بریم. حالا همینطور که من دارم این کار رو انجام میدم، اینو بهتون میگم، من اول ویدیو که میگم پاک شده نیست ترچی میگردم، کار خاصی نکردم، یه سلام کردم بهتون، یه ذره دابسمش رفتم با موزیکی داشت پلی میشد. و من امروز رفتم یه میسلار گرفتم، برای اینکه من یه تایم بودش که میسلارم تمام شده بود و نمیتونستم آرایشم پاک کنم راحت. رفتم میسلار بگیرم، یه میسلار جدید پیدا کردم که میسلار ویتامین سی بود، جدید اومده بود، اونو نشونتون دادم و اینو بهتون گفتم که حتما حتما قبل از اینکه آرایش کنید صورتتون رو بشورید، تمیزش کنید، بعد آرایش کنید، وگرنه یه چیز چرب داغون تعمیرتون داده میشه، ولی اگه بشورید قشنگ خیلی فرش و خوشگل میشه آرایشتون. حتما قبل آرایش صورتتون رو تمیز بشورید. من تقریبا یه کارو دارم 3-4 بار تکرار میکنم، یعنی هی میام زردا رو به جای کانسیلر، نارنجی ها رو به جای کانتور میزنم و 2-3 بار هی روش زدم. بعدش هم اومدم این جاهایی که یکم بیشتر نیاز به هایلایت داره رو با سایه سفید از این پلت که سفید تنها پلتیه که سفید داره، یه جاهایی رو که تو میکاپ نرمالی سفید میکنی مثل این خط بینی و زیر چش و گوشه چش رو یکم بیشتر بود دادم که یکم طبیعی تر شه، که روی همینا رو هایلایت بیارم که یکم هم دیگه طبیعی و خوشکشه دیگه. حالا غیرم میخواید بدید دیگه، اونش به من مربوط نیست. بچه یه سوال، شما هم موقع آرایش کردن و حاضر شدن توی
اون مراحلش واسه خودتون فاز برمیدارید کنسرت بذارید. خیلی خب، حالا میخوام هم چسبا رو بکنم. خیلی درد داره، یعنی واقعا مطمئنم که چسب اشتباهی رو انتخاب کردم، ولی برگام از نتیجه ریخت. انقدر خوشم اومده که تو سرم زده هر روز اینجوری کنم. اصلا این چیز خیلی باحالیه، هم یه حالتی انگار توی تیکر یه جای دیگه است، هم من خدای خوب انجامش دادم، هم مثل عینکه، هم شبیه یکی از برادران نینجا شدم، هم اصلا خوشگله، اصلا خیلی عجیبه، نمیدونم، خیلی خوشم اومد. بعدش هم میرم سراغ میکاپ کردن بقیه قسمت توی صورتم که یکم تمیزتر بشه و بیشتر به چشم بیاد. اول یه ذره بی بی کرم یا سی سی کرم فکر میکنم، اینو مامانم بهم داده، توش ویتامین سی داره، توی آنلاین شاپ خودم هم دارمش. اینو میزنم بخاطر اینکه مامانم گفتش که جوشامو خوب میکنه. داشتم تو امتداد کانتورم صورتی میارم رو پوستم، انگار که ادامه همونه، هم قسمت رژگونه هم قسمت بینی. اول تینت زدم به لبم، بعد دیدم یکم آرایشم نارنجی، لبم خیلی سرخابه، یه حالت خیلی کدی به خودش گرفته بود، یکم تون لبم رو به سمت نارنجی سعی کردم ببرم. بعدشم یکم خطای بالا و پایین میکاپ رو سعی کردم یکم صاف و سوفتر کنم، سعی کردم یکم تو صورتم جاش بندازم دیگه. خیلی دوستش دارم، اصلا احساس میکنم پیش یه میکاپ کار خیلی حرفه‌ای میکاپ شدم، واقعا از نزدیک خیلی باحال تره، حتی تو فیلمم خیلی باحال، انگار فیلتر رو صورتم. حتما امتحانش کنید به سلیقه خودتون، ببینید چی در میاد. و بریم که اونا رو بیاریم ببینیم ریاکشنش چیه. موسی نکنیم. سل سل میشه باز کنم؟ آره باز کنم؟ اصلا ما دوگه نداشته خواهی دیگه باید باید زوره نگیم شبه قرصه نمید شبه یکم بچه های دینجا شده ولی تمیزه، خیلی تمیزه، خوب زدی. ولی نه مفهومش رو نمیفهمم. اینکه دیجیتالی خیلی باحاله ولی متفاوته، توقع نداشتم اصلا چه چیزی میشه. نه ولی واقعا باحاله، هرچی پیش میرم بیشتر شبیه لاک پشتایی اونجا. خیلی بایست هم در اینجای چی بود؟ اسمش فرانکی بود؟ آره از همه گزخور در بود دست هم هر کی یه سبک رفته، من هم سبک خودم رفتم. سبکای دیگه شو داری ببینم؟ نمیشه مثلا ستاره متاره هم روش اضافه کنی؟ این گوشه هاش با سفید؟ میشه داشته رفته سبک. اگر دوست دارید که من ویدیوهای میکاپی بگیرم حتما به هم بگید، چون من خیلی تو این زمینه استعداد و ذوق دارم و خیلی میکاپای باحالی میتونم بزنم. امیدوارم که دوست داشته باشید و باحال بوده باشه از نظرتون. مرسی، خدافظ. لوک پشتاری اینجا.